درود بر شما دوستان عزیز، بینندگان گرامی برنامه. درود بر شما عشقم. میبینم که در مورد ناتو میخوای صحبت کنی و مردم با غیرت اسپانیا. درود بر مردم اسپانیا، چه عشقی میکنم با مردم اسپانیا. دیگه حرفامو زدم. خب دوستان، نه در مورد خود ناتو که نمیخوایم صحبت کنیم، در مورد نشست ناتو که توی مادرید برگزار شد، دیروز و امروز بودش، ولی تقریبا از 3-4 روز پیش از 26 شروع شد دیگه تظاهرات ها و اینا. خب میدونیم فعلا از زمانی که جنگ روسیه شروع شد با اوکراین، این وضعیت اروپا خیلی به هم ریخت دیگه. اقتصاد خیلی داره فشار میاره، هم ترس از جنگ دارن، هم اقتصاد خیلی خیلی ورشکسته شده، یعنی تمام فشارا داره به اروپا میاد و به خاطر همین دیگه بایدن دوره افتاده. گندی که زده آمریکا رو یه جوری ببینه میتونه جمع جورش کنه و نمیدونم اروپایی‌ها چه جوریه، هم غرغر میکنن هم بله قربانو میگن. نمیدونم چه جوریه. خلاصه چند روز توی G7 بودن و الانم که توی اسپانیا نشست ناتو رو دارن، ولی یک گروهی البته جز گروه های چپگرا هستن به اسم پودموس، یعنی ما میتوانیم، اینا فراخوان دادن که مردم بیان بر علیه نشست ناتو توی مادرید تظاهرات کنن، که خیلی اومدن. خود این گروه میگه 30,000 نفر، ولی رسانه دولتی میگن 2,000 نفر. ببین تفاوتش چقدر، مثل بی بی سی خبر. ولی خب البته حالا از حق نگذریم، تلویزیون ملی اسپانیا خبر داد کامل. حالا بگذریم از این که حالا به هر حال اینا میگن که اینا افراطی هن، اینا فلان هن، نمیدونم اینا، ولی خب به هر صورت مردم با فراخوان این گروه پودموس اومده بودن. از روز 26 خیابونا شلوغ بود و خیلی تظاهرات های گسترده شد و دیگه یعنی خیلی فضا امنیتی شده بود تو مادرید. یک عالم پلیس و گارد ویژه و دیگه همه چی آورده بودن تو خیابون و خیلی شعارهای تندی میدادن، برعکس مردم ایران که خیلی چیز آمریکا دوست و اینا هستن و فکر میکنن که ناتو چی. مردم خود اروپا میدونن که ناتو ضد صلح و ناتو برخلاف صلح جهانی عمل میکنه و به خاطر همین تظاهرات خیلی گسترده ای و شعارهای خیلی تندی. حالا من یکی دوتا از چیزاشو میذارم ببینید، هم شما سرچ بکنید اسپانیایی مانیفیستاسیونز کنترا لا کومبر د لا اوتان مادرید و بعد ببینید چقدر بنرها و شعارهای خیلی چیز بر ضد. هم تلویزیون ملی آرتوی خبر زده، هم المندو که خیلی از روزنامه‌های خیلی معروف اینجاست و الپاییس و یه عالمه ویدیو و عکس و اینا از توش در اومده و شعارهای اصلی مردم بیشتر این بوده که نه به ناتو، نه به پایگاه های ناتو، پایگاه هاتون از اینجا بیرون ببرین، نه به هزینه های نظامی برای ناتو. خیلی ها خواستار این شدن که مدرسه و بیمارستان بسازن به جای ناتو و سخنگوی این گروه هم اومده گفته که ناتو یک مانع جدی است و برخلاف قوانین بین المللی به کشورها حمله میکنه و اونها رو ویران میکنه. ببینید یعنی ماهیت این جریانات خود مردم غرب میدونن که در واقع آمریکا داره چی کار میکنه. و خلاصه خیلی پوسترها و بنرهای زیادی آورده بودن و خیلی مردم ناراحت هستن که چرا باید خرج ما، خرج در مالیات ما، خرج جنگ طلبی های آمریکا بشه، چرا باید آمریکا تو کشور ما پایگاه داشته باشه. خیلی ها شعار دادن که پایگاه ها باید از کشور ما جمع بشه و خلاصه این محتوای کلی این تظاهرات ها بوده. حالا شما میخواید تحلیلتون رو بدین تا من؟ شما که دیگه قشنگ همین مسئله میگی، تحلیلی برای ما نمیمونه، ولی چیزی که هست ببین، خیلی از مردم اروپا، حالا شما گفتی جهت چپ اینا صدا زدن، ولی جالب بدونیم که ما حضور، نمیخوام الان واژه چشمگیر بیارم، ولی حضور بعضن افراد نیروهای راست هم دیدیم. یعنی ببخشید بین کلمه، فراخوانشون رو یک حزب چپگرا داده بود، ولی خیلی از مردمی که اصلا حزبی هم نبودن شرکت کردن. حتی میخوام بگم با خلق و خوی راست و راست حتی تنده، حالا موسوم به افراطی هم حضور دارن. یعنی امروز
از چپ افراطی تا راست افراطی، حالا وسط اینا هم دیگه افراد معتدلتر و از هر جریانی بالاخره رده های مختلفی داره، تندرو آرومتر، ولی همه امروز در اروپا فهمیدن که آمریکا داره از اینا سوء استفاده میکنه. ببین شما اتفاقاتی که حالا من نمیخوام بازش کنم به دلایلی توی پاریس افتاد و یک تعداد افراد راست فرانسوی رفتن حالا و یه برخورده زشتی هم کردن در ارتباط با آرامگاه یهودیای عزیز، خب بخاطر که اون تصویریه که آقا یک جریانیه به اسم صهیونیسم بین‌المللی که آمریکا داره میچرخونه و آمریکا هم داره سوء استفاده میکنه از کشورهای اروپایی و کشورهای اروپایی سردمدارانشون هم اینو میدونن. و من تعجب میکنم چون اسپانیا خیلی حواسش جمعه که زیادم قاطی نشه. ببینید شما وقتی که آمریکا زیادی خواهی میخواست انجام بده و ناو ابراهام لینکن رو به سمت خلیج فارس ما میخواست بیاره، خب یک ناو جنگی اسپانیا باهاش بود و قرار بود با هم تمرین کنن. از خلیج عدن ناو جنگی اسپانیا برگشت به سواحل خود اسپانیا و گفت من حضور پیدا نمی کنم به خاطر که تو میخوای الان کلکل کنی با ایران و من نمیخوام وارد این کلکل بشم. و کشوری مثل اسپانیا میدونه و خیلی تلاش میکنه که زیادم قاطی نشه. همه این کشورها فهمیدن که اروپا در حقیقت در سیطره آمریکاست و آمریکا داره از اینا سوء استفاده میکنه. ناتو هم همینه. ناتو در حقیقت این که حالا خنده داره، شما فردا یعنی ناتو یه جورایی کشورهایی هستن که آمریکا داره از اینا سوء استفاده میکنه برای اینکه بخواد کلکل کنه با روسیه و حالا به زیادی خواهی های خودش بخواد رسیدگی کنه. این واقعیت ماجراست. خیلی هم فهمیدم برای همینم هم تظاهرات میکنن. و البته من اینم بگم، این نویدم بدم، دیری نخواهد پایید که اتفاقاتی در دنیا رخ خواهد داد و ما شاهد حتی از هم پاشیدگی ناتو خواهیم بود. برای اینکه وقتی در عمل این 30 کشور ناتو که الان دو تا میخواد بهشون اضافه بشه، فنلاند و سوئد، در عمل ببینن که هر کدومشون مورد حمله قرار خواهند گرفت، ولی کشورهایی که در ناتو هستن عملاً کاری، شما عملاً الان شما آقای زلنسکی گفته ما دیگه از الان به بعد هر ماه فقط 5 میلیارد دلار هزینه اینه که بتونیم جلوی روسیه مقاومت کنیم، 5 میلیارد دلار. ولی همه جنگ پول و سلاح نیست، شما نیروی انسانی درست حسابی هم تا این لحظه اینا حداقل به اوکراین ندادن. درسته تونستن روند پیشروی روسیه رو، اون چیزی که در پلن اول میخواست کند کنن، ولی در کلیتش روسیه داره نشون میده نه، میخواد کل اوکراین رو بگیره و داره آروم مثل یک لاک‌پشت ولی تو مسیره داره آروم آروم همه جا رو میگیره و عملا هیچ کی کمک اوکراین نمی‌کنه. درسته اوکراین جزء ناتو نبود، ولی اونهایی هم که جزء ناتو هستن متوجه شدن که کشورشون پایگاهی شده. در حقیقت این ناتو اسمش غلطه، بعد بگیم نوچه های آمریکا، اسمش ناتوه. شما در حقیقت کشور تو در اختیار آمریکا، آمریکا هر در حقیقت آزمایش خطرناک سمی میخواد انجام بده در خود خاک آمریکا نمیکنه، میاد در جنوب ایتالیا انجام میده. مردم ایتالیا ناراحتن، مردم اروپا ناراحتن. این خیلی نکته مهمیه. ببین اتفاقا چند روز قبل از اسپانیا تو ایتالیا هم، تو ورونا ایتالیا هم، اونجا هم تظاهرات شده بود بر ضد ناتو و اونجا هم اصلا شعار داده بودن که ناتو قاتله و باید از کشور ما بره. چون میدونید برای اروپا فقط یه هزینه، هم هزینه مالی و هم هزینه به قول تو جانی و چیزای دیگه داره برای اروپا. یعنی ناتو برای اروپا نفعی که نداشته، هیچی، همش ضرر بوده. مردم باید فقط پول پایگاه‌های آمریکایی رو بدن، بعدم که آمریکا دائم هی عوض میکنه به این کشور به اون کشور حمله کنه، اینا باید پاشن لشکر رو کشور بفرستن همراه آمریکا بره عراق رو ویران کنه، سوریه رو اینور اونور رو، افغانستان رو ویران کنه بیاد بیرون. خب اینا مردم اینا رو دارن میبینن و الان مردم اروپا دیگه همش دارن شعار میدن. حتی تو آلمان هم چند وقت پیش بازتظاهرات بوده که مردم نمیخوان پایگاه آمریکایی توی کشورشون باشه. اما مردم این در واقع این چیزی که بود چند روز پیش، تظاهراتی که توی مادرید بود، گفتن مردم رو به یاد 30 سال پیش انداخته که اسپانیا میخواست وارد ناتو بشه، عضو ناتو بشه. اون زمان هم تظاهراتای خیلی گسترده‌ای بوده، ولی خب میدونید دیگه رسانه است و الان همونطور که الان مردم سوئد رو دارن مخشویی میکنن که آی آی ببینی اوکراین چی شد، بیاین زود زود تندی عضو ناتو بشین که نکنه مثلا
روسیه به شما حمله بکنه. اون موقع هم حالا با رسانه و فلان مردم به هر حال قانع کردن که به ناتو رأی بدن، ولی خب همون موقع هم تظاهرات های زیادی بود و سال 2003 هم خیلی از رسانه ها که خیلی از خبرنگارهایی که مال پریروز گزارش میکردن گفتن که 2003 هم همین پوسترها یادآور قبل جنگ عراق بود که باز مردم تظاهرات کردن و نه به جنگ به عراق گفتن و گفتن که چرا ما به هزینه ماجراجویی آمریکا تو منطقه رو بدیم. یه نکته ای همین که گفتی رسانه خیلی نکته مهمیه، ولی با وجود این پروپاگاندا و مغزشویی و یا تجاوز رسانه‌ای که ما امروز باش دست به گریبان هستیم، 40% از مردم سوئد همین الان دست به نقد مخالف پیوستن به ناتو هستن. یعنی با توجه به اون حجم دموکراسی دیگه اکثریت نه اون 40% یعنی نه حتی دموکراسی اکثریت هم نیست، یعنی 40% که خیلی رقم سنگینه. نه اون که تصمیمیه که دولت مردا میگیرن، حتی اگه 100% جامعه مخالف بشه برن تو ناتو، دولت مردا بخواد که حتی اختیاری از خودشون ندارن. آمریکا اگه دلش بخواد که سوئد بره در ناتو، سوئد میره در ناتو. این بقیهش بازی آی مردم چی میگن و فلان اینا که شوخیه، ولی افکار عمومی با توجه به اون بمباران رسانه‌ای پروپاگاندایی که ما از رسانه ها سراغ داریم، ببینید رسانه های شمال اروپا و آمریکای شمالی با این وجود 40% مخالفن. اینو خواستم بگم که نکته بسیار ظریفیه. خب ببین الان میگم فقط هزینه شده دیگه، حالا سوئد هزینه های کم هزینه نکرده، بازم هزینه خواهد کرد، ولی اسپانیا ببین در این شرایط اقتصادی با این که مردم خیلی تحت فشار هستن، الان تورم اسپانیا در بالاترین حد ممکنه خودش رسیده، ولی برای فقط برای همین دو روز اجلاس خود رسانه‌های دولتی گفتن 50 میلیون یورو اسپانیا هزینه کرده. خب 50 میلیون یورو کم نیست که مردم اومدن اعتراض میکنن، خب بابا هزینه مدرسه سازی، بیمارستان سازی، هزینه این کارا بکنید، چرا ما با هزینه مثلا ناتو این نکته مهمه. این در شرایطی که اسپانیا در 37 سال گذشته تورمی که داره تجربه میکنه بی سابقه بوده. خبر دیگه، خبری که بی بی سی هم دیشب زد که در 37 سال گذشته کشور بر ما وضعیت اقتصادی داریم در اسپانیا میبینیم. یکی از دلایلی که حالا همین تروریستی که تو این جزیره است یه مقدار الان حالا عقب نشینی کرده اینا، حالا یه بخشش بحث دادگاه، یه بخشش حالا داستانای دیگه ای وجود داره، یه بخشش فشار اقتصادی است که ببینید روی این قش الان وجود داره دیگه، نمیرسه بیاد مثلا دشمنی کنه، بعد الان همون زندگی بخوام. واقعا شرایط زندگی در اروپا سخت شده، خیلی سخت شده، به ویژه در اسپانیا ما داریم میبینیم مردم واقعا در مضیقه هستن و در 37 سال گذشته تورمی که اسپانیا امروز داره تجربه میکنه تجربه نکرده بوده. آره خلاصه این از تظاهرات های اسپانیا و قبلش هم تو ایتالیا. اما فقط یه نکته رو برای اختتامیه بگم در مورد سوئد که تصویب شد که عضو ناتو بشه، اونم با موافقت ترکیه. تصویب نشده هنوز، هنوز تصویب نشده، ولی ترکیه موافقتش رو اعلام کرد بالاخره بعد از این همه مخالفت. و خیلی جالبه همون رسانه های سوئدی اومدن تیت زدن که به به ببینید آمریکا پشت سوئد، آمریکا دوست صمیمی سوئد به ترکیه فشار آورده که موافقت کنه که سوئد عضو ناتو بشه، ولی بعد که میخونی تیتر اون تو تر اون درست نوشتن که ما مقتدرانه، تیتر اول آره. آمریکا دلش خواست ما بریم تو ناتو، آره. مقتدرانه ما وارد ناتو میشیم، ولی اون زیرزیرا خطای آخر گزارشو که میخونی نوشته که چقدر یه فقط یه لیست سیچل بندی فقط سوئد باج داده به ترکیه، به ترکیه که مثلا چیز بشه، به سلاح میفروشیم، تمام احزاب کردی رو به تحویل میدیم، خلاصه هزار جور بند و تبصره که بله چشمو گفته سوئد که این همین خیلی برام جالبه. الان آمریکا چه ترکیه از اول ببین گروه بابای این یارو اردوغان، ولی ترکیه از اول گفت من باج نمیدم به سوئد، سوئد اگه میخواد وارد با فنلاند میخوام وارد ناتو بشن درخواست های منو باید قبول کنن. عیناً تمام درخواست های ترکیه رو اینا قبول کردن. الان دست به نقد سوئد میخواد 33 تا از رهبران پانکورد و تحویل اردوغان بده. سلاحی که اینا قبلا نمیفروختن به ترکیه به خاطر جنایت هایی که ترکیه علیه مردم کردستان سوریه کرده بود، الان اون خط خورد و میخوان بهش سلاح بفروشن. پس این آمریکا این وسط چیکاره بود؟ چه اقتداریه؟ خلاصه این نرمش قهرمانانه که میگن این عزیزم، آره.
نرمش قهرمانانه که دیگه نرمش قهرمانانه نبود، رسما باجدهی علنی بود، عیناً اومدن باج دادن. حالا فکر می‌کنم مثلا چه قاقالیلی حالا عضو ناتو شدن که حالا اینقدرم براش باج میدن. خیلی خوب بچه‌ها، طولانی نمی‌کنیم برنامه رو، خوب و خوش باشین، بدرود. پاینده ایران.